22 بهمن 57 و افتادن ژنرال گاست در هچل. سحرگاه 22 بهمن 1357 که جناب بریژنسکی و رفقایش در آمریکا گیج و ویج شده و در فکر اجرای طرح 3 یعنی عملیات کورتاژ کودتای ارتش در کشور ما بودند، در تهران ژنرال گاست با مستشاران آمریکایی و شماری از سران نظامی ایران در ساختمان ستاد کل ارتش خیابان دکتر شریعتی گیر افتاده و در محاصره جوانان مسلح قرار گرفتند. ژنرال گاست کی بود؟ ژنرال فیلیپ گاست در اون زمان مسئول اول اداره مستشاری ارتش ایران بود. اداره مستشاری ارتش ایران تحت فرماندهی ژنرال های آمریکایی اداره می شد و در آستانه انقلاب گاست همه کاره اون بود و در این حال رئیس ستاد نیز شناخته می شد. مستشاران آمریکایی به عنوان مشاوران و فرماندهان نظامی در تمام برنامه‌های آموزشی، عملیاتی، اطلاعاتی و لوجستیکی نیروهای سگانه زمینی، هوایی و دریایی کشور ما، در ستادها، ادارات و یگانهای رزمی فعالانه شرکت داشتند. به واقعه 22 بهمن سال 57 که گاست گیر افتاد، گریسیک نویسنده کتاب اکتبر سورپرایز اشاره کرده و درباره اون نوشته است: ژنرال گاست که پس از رفتن هایزر مسئولیت تماس با سران ارتش را داشت، چنان در اتاق خود گیر افتاده بود که حتی نمیتوانست جم بخورد، نمیتوانست یک قدم بیرون بگذارد. همچنین هنری پرچت، مدیر بخش ایران در وزارت امور خارجه آمریکا که بین سالهای 1978-1980 پستی کلیدی داشت و بین سالهای 1972-1976 نیز در مقام مأمور سیاسی نظامی در سفارت آمریکا در تهران مشغول کار بود، واقعه مزبور را گزارش کرده و نوشته است: انقلاب در روز 11 فوریه 22 بهمن پیروز شد. من تلفنی با ویلیام سولیوان صحبت کردم. سولیوان گفت همین الان با بریژنسکی صحبت می‌کرده و او گفته به ژنرال گاست، مأمور ارشد نظامیان در ایران، بگوید که حالا زمان کودتا فرا رسیده، باید بختیار را سرنگون کنند و کنترل کشور را در دست بگیرند. ویلیام سولیوان نیز به بریژنسکی گفته بود ژنرال گاست در زیرزمین مقر فرماندهی عالی گیر کرده و حتی نمیتونه خودش را نجات بده، چه رسته که بخواد این کشور را نجات بده. سولیوان در صفحه 177 کتاب مأموریت در ایران نوشته است: نهایت خشم و عصبانیت من در این مکالمه موقعی بود که بریژنسکی درباره امکان ترتیب دادن یک کودتا
برای استقرار یک رژیم نظامی به جای حکومت در حال سقوط بختیار از من نظر می‌خواست. این فکر و سؤال در اون شرایط به قدر سخیف و نامعقول بود که بی اختیار مرا به ادای یک کلمه زشت درباره بریژنسکی وادار ساخت. یادآوری کنم که در صفحه 626 کتاب سقوط و ظهور سلطنت پهلوی از قول ارتشبد حسین فردوس نوشته شده، ژنرال هایزر هم در جمع افراد محاصره شده در ستاد کل ارتش بوده که البته اشتباه است، اون زمان هایزر در ایران نبود. محاصره گاست و سایر فرماندهان. با تهاجم جوانان مسلح که همه آنها شور آزادی خواهی داشته و با مرتجعین آبشون در یک جوی نمی رفت، محافظین ستاد کل سلاحایشون را تحویل دادند و کنار رفتند. خلاصه قرارگاه محاصره و تیراندازی شروع شد و از قضا گلوله ها پنجره ها را در بخش ژنرال گاس خورد کرد و او و همراهانش سراسیمه به زیر زمین ستاد خزیده و با بیبرقی و تاریکی در انتظار فرج به سر بردند که البته از راه رسید. بعدن معلوم شد در اثنای هجوم از طریق تلفن با مدرسه رفاه و علوی تماس گرفته و درخواست کمک میکنند. با سفارش آیت الله خمینی، دکتر یزدی، مهدوی کرمانی، حاج مهدی عراقی، سرهنگ توکلی و تعدادی دیگر می جنبند و برای آزادی آنها دست به کار می شوند. ابتدا سرهنگ توکلی آمد و هر کاری کرد بچه ها راضی نشدند. آنان خواهان اطلاع رسانی بودند. زنده یاد محمد افسری پرویز که در اوائل تجاوز عراق به کشور ما به جبهه رفت و تک تک شد، بر سر و روی خودش میزد که هیچ کس اینجا خواهان ایجاد تنش یا صدمه زدن به کسی نیست. ما فقط میخواهیم مردم ستم دیده ایران با خبر شوند، بفهمن پشت صحنه چه خبر است، همین و بس. فرستادگان آیت الله خمینی دست بردار نبودند. آخرش جوانانی که نگران توطئه‌های پیدا و پنهان بودند با پیغام پشت پیغام کلافه و تهدید شدند. اسم شما چیه؟ از کی تقلید میکنی؟ نکنه شما بیگانه هستین، با محافل دشمن در ارتباطید، اسمتون چیه؟ عاقبت ژنرال گاس و دیگران را دمدمای صبح سوار ماشین کردند و به طرف مدرسه علوی راه افتادند. افسران آمریکایی و کارمندان همراهشون در سفارت آمریکا تحویل معاون ویلیام سولیوان، چارلز دبلیو ناس و سران ارتش در مدرسه علوی تحویل حاج مهدی عراقی شدند و از آنجا به خانه های خود رفتند. گمان می کنم در جمع فرماندهانی که توسط مردم محاصره شدند، نمایندگان ایالات متحده در نیروی هوایی و دریایی، ژنرال جورج کرتز و آدمیرال فرانک کولینز حضور داشتند. سپهبد ناصر فیروزمند، معاون ستاد بزرگ ارتشداران که حتما بود. خیلی ها بودند و همه سراسیمه. ناگفته نگذارم که چارلز دبلیو ناس پیشتر رئیس بخش مسائل ایران در وزارت خارجه آمریکا بود و بعد از ویلیام سولیوان سرپرستی سفارت آمریکا در ایران را به عهده گرفت. او با ماشالله قصاب و عزت الله جهانگیری گلپایگانی رئیس اداره هشتم سواک که قبلا در گنبد کاووس دستگاه‌های امنیتی را هدایت می‌کرد، دمخور بود.